نهمین روز بهمن ماه برابر با 29 ژانویه، سال 352 خورشیدی برابر با 974 میلادی، زادروز احمد ابن عبدالله ابن سلیمان الغزایی التنوخی المعری، مشهور به ابوالعلاء معری، شاعر و ادیب سوری. سال 678 خورشیدی برابر با 1300 میلادی، آغاز نبرد مجمع المروج میان نیروهای قازان ایلخان و ملک ناصر در سوریه کنونی. سال 1000 خورشیدی برابر با 1622 میلادی، حمله سپاهیان شاه عباس به نیروهای پرتغالی برای آزادی جزیره هرمز. سال 1061 خورشیدی برابر با 1683 میلادی، زادروز ژان فیلیپ رامو، آهنگساز و موسیقیدان فرانسوی که به عنوان یکی از بنیانگذاران موسیقی کلاسیک غربی به شمار می رود. او قواعد و قوانین سهل و معینی را برای موسیقی تدوین کرده که هنوز در دنیای موسیقی اجرا می شود. سال 1066 خورشیدی برابر با 1688 میلادی، زادروز امانوئل سودنبرگ، عالم متفکر و عارف سوئدی که معتقد بود دنیای مادی و دنیای روحی هر دو دارای طرح و الگوی قابل انطباق هستند و به همین خاطر هم وحدت پذیرند. سال 1091 خورشیدی برابر با 1713 میلادی، زادروز الکسی کلود کلرو، ریاضیدان فرانسوی که به کشف تثبیت شکل زمین، تحقیقاتی درباره ماه، مقایسه تأثیرات جاذبه سیاره زهره بر ماه بر روی زمین و تعیین رقم نسبتاً صحیح جرم زهره و ماه از فعالیت‌های علمی وی به شمار می‌آید. سال 1192 خورشیدی برابر با 1814 میلادی، در گذشت یوهان گوتلیب فیخته یا فیشه، نظریه پرداز و فیلسوف آلمانی و رهبری مکتب ایدئالیسم جدید در این کشور. سال 1215 خورشیدی برابر با 1837 میلادی، در گذشت الکساندر سرگیویچ پوشکین، ادیب و نویسنده روسیه که برای نخستین بار به زبان روسی جنبه ادبی داد و به جهت خلق آثار فراوان به عنوان پدر ادبیات جدید روس لقب گرفت. سال 1238 خورشیدی برابر با 1860 میلادی، زادروز آنتوان پاولویچ چخوف، نویسنده توانای روسیه. سال 1264 خورشیدی برابر با 1886 میلادی، کار بنز اختراع تازش موتور یا انجین بنزینی یا انفجاری را در کارلسروهه آلمان به ثبت رسانید. سال 1288 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، حبیب الله خان موقر السلطنه، برادر زن محمد علی شاه قاجار که پس از فتح تهران به دست مشروط خواهان ابتدا با شاه قاجار به سفارت روسیه پناهنده شد و سپس به اروپا عزیمت کرده بود، پس از بازگشت به تهران شناسایی شده به دار آویخته شد.